سختی های مهدی مارادونا، شایعه جدایی رونالدو و تلاش برای بقا. سلام و درود خدا بر شما. میخوایم بریم هم دیگه پارت دوم نجات منچستر یونایتد رو داشته باشیم. همینطور که میدونید توی پارت قبلی ما اومدیم دوم جدول رو قرار گرفتیم با 30 امتیاز و لیورپول صدر جدول با 31 امتیاز. تقریبا تا نزدیکای نیم فصل پیش رفتیم. من که اینو بهتون بگم اومدیم چیکار کردیم؟ به خاطر زیبایی کار اومدیم و کیت منچستر یونایتد رو برسانی کردیم به کیت 22 23 که میشه این کیت اول، کیت دوم و کیت سوم زیباش. هر سه تاش رو در بازی داریم. فقط به عشق خودتون مرودسانی کردم، فقط منچستر رو. آقا بریم ببینیم که چه خبره. نمیشه رشفورد متاسفانه مصدوم شده به خاطر تکل سختی که ببینیم بی پدر روش رفته و یک هفته زمان نیاز داره تا از اثر کبودیاش رها بشه. ای بر اون پدرت. خب من اینجا نوشته که رشد فالوور داشته منچستر یونایتد و ترند شده و بردهای متوالی منچستر یونایتد که همین که زده تغییر در روان رایدر کل تیم همه بابا نمیذاره من بخونم. کل تیم همه تلاشش رو میکنه. تمام کاری که من باید انجام بدم اینه که بهشون فرصت بدم تا بهترین نمایششون رو ارائه بدن. در حال حاضر به نظر میرسه همه ما در شرایط خوبی قرار داریم. آقای مارادونا خان چرا بدون یعنی ولش کن. آقا راستی پارت قبلی قرار بود که 3.5 تا فکر کنم لایک بگیره که فکر کنم تا الان خورده، حالا نمیدونم نخورده بودن. داشتم میومدم این ویدیو رو بگیرم ازش. به عشق خودتون اومدم آقا ولش کن اصلا لایک و اینا رو. خب آقای هندرسون تو دروازه است که ایشون اومد بره بیرون. با شاختار بازی داریم، بازی چمپیونز لیگه و ما با چمپیونز لیگ بترکونیم. مکتومینا اینجا هستش. من رفتم چند تا بازی کردم با این ترکیب قلقشو درآوردم و فهمیدم که چه اشکالاتی داره که داره این تیم میبازه گاهی اوقات. این بازیکن آقای لوکشاینا باید جمع بشه. ما باید کناره ها رو باز بذاریم، وسط رو به سختی ببندیم چون تک مهاجم دارن. وای این وسط همه بی انگیزن. بابا بیا فرد بیا تو. چشم سوزش گرفته. ما یادم رفته چه قایینه کرا بذاریم. سلام. این بازی 100% ما میبریم. ببین چقدر بهت اعتماد دارم. بفرما دو هیچ. برو بریم فرق سو. ای سب کن یه لحظه ببخشید. صدا چرا تو گوش من نمیاد؟ توی چمپیونز لیگ اولین و متاسفانه پورتو داره حذف میشه. اگه بازی بعد چون نبره پورتو با داره حذف میشه. آقا رسیدیم بازی با چلسی، اولین بازی که ما بازی میکنیم و خیلی وقتا مفته بودیم که گیم پلی چرا کم رفتی؟ چرا کم رفتم واقعا نمیدونم، ولی در این ویدیو 4 تا گیم پلی داریم. آقای بنیامین خواه خودتو آماده کن. آقا این بازی خودم بازی میکنم و ببینید که واقعا قدرت دست کیه. سوپر استار تو رو خدا نشون بده. آقا کیت دوممونه. آقا یه لحظه تو رو خدا این کیت خفن نیست. خدا وکیلی یکی اینا من میگیرم. آقا کیت شماره 3 اونا با اینکه ازت خوشم میاد ولی کیت 1 بردا. آقا زمین خیز خالیه. با چلسی بازی کنیم. سری میریم تو دل کار. چلسی احتمال خیلی زیاد بسیار وحشیانه بازی بکنه و بله همه اول کار یه خطا رو زد رو ما. وسط جان پدرت وسط رو بگیر. آماشالا بده بره. حالا سانترالی رونالدو. وای ای مرتی که گاو خره نفهمو نگاه کن. مرسی توی دروازه. گفتم یکی طلبت از رونالدو خورده تیرک. گفتی نه. 45 به اضافه 6 اول فضل. ببینم که بازی در چه حدی که یه لحظه بابا دارم حرف میزنم همینجوری بازی رو شروع کردی. آقای داور اگر این کورنر گل نشد بود اگر تو رو سرفازش کردم. نگاه کن خدا وکیلی بل کن. یا علی کفاست ای جوجه بچه. بده لبه خط ببینم. مرسی یک برید. تو خیلی جان برو خونتون. به به رونالدو بهتری بازی کنه سال جهان. مسی کجایی که ببینی؟ احتمالا مسی هم بهش رای داده چون میدونه رونالدو امسال خیلی خوب بازی کرد. خدا وکیلی یه دوتا بازی جلو رومون بازی های خیلی مهم نیست و من سعی میکنم که همینطوری ردشون بکنیم. رشورد خوب شد. من میگم این بازی احتمالش زیاده که ببریم. انشالله که ببریم. ماشالله. چی گفتی آقای پوگبا؟ شما باز دوباره مسابقه کردی. من فقط میخوام بازی کنم. تو مصدومی اصلا مگه میتونی بازی کنی؟ در مورد چی صبر کن یه لحظه. نه صبر کن. در مورد بازیاش چه از مصدومیت به رسانه ها گفت دوران پر استرس داشتم اما میدونم که به محض ورود به زمین بازی همش حل میشه. من واقعا میخوام بازی کنم. این بازی میدم به خدا. بازی بعد راد نمیدم. بیا شانست زد پوگبا. این رشورد بر میگرده به رقابت ها. تو رو خدا ببریم فقط.
مرسی یک هیچ بردیم زن. هر موقع من میام میبینم لیورپول اول اصلا خوب میشه. خوب آقای مهدی طارمی خوبی؟ چطوری؟ خودم بازی نمیکنم. میخوام بزنم بره چون مهم نیست. شما صدریم یا خوشم بکشن نمیتونم بیام بالا. دیگه بازیکن نداریم تو بیا. بزن این بازی با پورتو ببازیم بیام خونه. با تیم دومون بردم. تو خو اینجا رو داشته باش تو رو خدا. 18 امتیاز، 0 باخت، 0 مساوی و 6 تا برد. یعنی پورتو حذف شده بخشید. از استون ویلا. همون استون ویلای خودم. برو ببین رد کردن بازی استون ویلا. خاک عالم توی اون سرتون کنم میبردین صدر بودیم. بازی با لیدز یونایتد داریم. لیدز یونایتد تیمش قویه. نه دروازه‌بانش دوزاریه ولی بقیه بازیکناش خیلی خوبن. داوید دخا بذار تو باشه بابا، بذار تو باشه. اصلا من خورد کردی بزن بره، اصلا به درک هرچی شد شد بزن بره. خاک تو سرتون کنن. 4 تا اختلاف پیدا کردیم با لیورپول. برو بریم نقل و انتقال ببینم چی می‌خواید بگین شما. تمدید قرارداد قسمت اول. ما یه مشکل داریم، فامیساکا نمی‌خواد با ما تمدید کنه. وای برو میز مذاکره با فامیساکا، این باید بمونه. برو خدا نگارش دارم فامیساکا رو بررسی نیم فصل رو خدا چرت و پرت فقط نگو، یه راهکار بده مثلا همیشه چرت نگو. باز گو خورد. تاب کن ببینم استادیو رو گاو. استادیو واقعا هیچی نمی‌دونه. استادیو همینج نشسته در دیوار نگاه می‌کنه. خنگ بهت گفتم سه تا بازیکن رو انتخاب کن دیگه، خبر مرگت. تمدید کن همه رو قبول شرایط بازم ببینم. و میساکا جان پیشنهاد تمدید قرارداد بهت میدم تا تعبت پول میدم فقط من. بیا دو سال هم باز میبندم هر جا خواستی بری. بعد نه نه سه سال ببند باش. جایزه بردم بهت میدم. نینه اینم بهت میدم. خدا وکیلی یه لحظه نگاه کن. واو کیلینیو خریدش من سیتی. خاک تو سر ما که هیچ غلطی نکردی. بذار بازیکن ها تمرین بدیم. میخوام تمرین بدم به مگوایر دفاع پوششی و هجومی شو برم بالا. آره اینو بزن واسش. آقا بازیکن ها تمرین دارم بریم بعدی ببینم چیکار میکنن بازیکن های ما و چه جوری میرم بالا. بخوا اف ای کا بازی ما براتون که زخم خوردیم واسش. 2-1 ازش باختن. اینا نمیدونم چجوری 2-1 باختن. اون یه گلم گل به خودی بود راست. خب آقا ببینم که مذاکره کردم مثلا اینکه ببینم چه او استعدادیابی کردن. خاک تو سر دون استعدادیابی کردنت. دفاع چی بده که دلیخت دلیخت تو بگی همین الان دلیخت تو برو واسه مذاکرهش. همین الان اصلا شک نکن دلیخت تو بهش 70 تا بده. 75 تا خوبه. همینو بده یه ساله ولی نه من دو ساله میخوامت و بیا دلیخت میای خدا وکیلی. این بازی ما باید ببریم. مرسی دو هیچی من رفتیم به پیکا بالا به کی خوردیم. آقا ولمون کن اصلا، ویل کن اصلا، میریم بالا. مذاکره بدریخ به خوبی پیش میره. همون فن فکر میکنم ما میتونیم وادارش کنیم که با شرایطی کمی مطلوبتر ما موافقت کنن. این از اون کچلای اصلا که مثل آب در دست یارو نمیشه که اصلا ما خصیصاس. آقا من مارادونا بر میگرد نیمه مذاکره چی آقا؟ از اول فصل یه بازیکن نگرفتیم چی داری میگی؟ آقا قبول کن، آقا قبول کن به توی کچل ربطی نداره. من همینطوری قبول شرایط میزم. شما کمبود بودجه دارید؟ کی گفته ما کمبود بودجه داریم؟ او راست میگه، حقوق سالیانش زیاده. حقوق سالیانی کم بده بهش. صبر کن، جایزه برد رو نمیخوام بهش بدم. خزینه اونشو کم کن. برو ببینم قبول میکنه یا نمیکنه. با شفیلد یونایتد بازی داریم. احتمالاً این بازی هم بازی خیلی نامالی نباشه و ما میبریم. مرسی 4-1. دو امتیاز. فاصله دو امتیاز با لیورپول. مذاکره دوباره شکست خورد. با فولام بازی داریم. بازی با فولام خیلی مهمه. پدر من در برونی شما انقدر اصول دارین خدا وکیلی. این بازی من مطمئنم میبازیم. گفتم میبازیم با فولام. 52 اختلاف 3 امتیاز. خدا رو شکر بیشتر نشد. یه بازیکن واسه ما پیدا کرده ببینم بازیکن از این نظر اورتگا. اورتگا بازیکن شماره کلاسیک 25 سال رو به بالایی. آقا رو به رشته. میگیرمش و البته یکم پولش زیاده حقوق سالیانش و میتونم بگم که کمتر بگیره ولی از این طرف پولشو 875 تا میارم بالا. اینو اوکی کنم ما میگیریمش. چرا بقیه بازیکن کلاسیک بگیرم ما نگیریم؟ اونا هم میتونن بگیرن، ما هم میتونیم بگیریم بس. بازی بعدی با وستهم بازی داریم و ببینم که آقا وای شانس آوردیم. اونا هم باختن، شانس آوردیم. وای 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 داریم به آخرین روز نقل و انتقالات نزدیک میشیم. بازیکن نگرفتیم. برو واسه مذاکره ببینم. برو قرآن نگو شکست خورد. میتونم بگیرمش. حقوق سالیانه 9 تا میگیره. بزن بیاد تو رو جدت. بزن بیاد فقط. استعدادیابای مفور ازم بازیکن استعدادیابی کن. صبر کن تو رو خدا، تو رو جدت فقط دفاع بگیر. با آرسنال بازی دارم، مجبورم که این بازی رو بازی کنم و بازی خواهم کرد این بازی رو. خب ببینم که بازیکن جدیدمون وارد بازی. همین جوری قرارداد امضا نکرده خودش تو زمین. آقا کچل چقدر خنگی تو قرارداد نبسته خودش تو زمین با کوچلوار. کاسمیرو رو میتونم بخرم. واقعا کاسمیرو میخوام بهش پیشنهاد بدم. خودم آخر سر دستی زدم شروع مذاکره بزن باهاش. وای کاسمیرو زیاد میخواد، کاسمیرو زیاد میخواد، کاسمیرو زیاده. کاسمیرو نمیتونم بگیرمت.
اندرسون رو واسه مذاکره کمتر از 3000 تا هم میگیره فکر کنم، همینقدر بهش میدم، منتها بودجه پولی رو بهش بیشتر بده. این هندرسون رو واسه مذاکره برو. بازیکن جدیدی که گرفتم کوشی اس اسی، تو بیا سمت راست بهتر یا چپ؟ راست بهتری؟ بیا ولی اس اس اینجا وایسه بغل رونالدو، رشفورد راست باشه. چیزی که تام که داغونه، من اصلا نگاه نکردم گرفتم. دروازه‌بان متاسفانه داوید دخوا باید کلن این بازی بیرون باشه و احتمال باختمون به شدت بالاه. من این بازی رو بازی میکنم. همه این بازی رو گیم کنید ما داریم بازی میکنیم، احساس میکنم که آه نه احساس چی، ابری همشون. آهان آقای دالوت پاسو میده بازیکن جدید، بازیکن جدید یک چهار دو ازی چجوری گلش نکردی؟ اوورلت 90ه. وای 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 چه غلط ها. یو ابل فضل برسونه هان، برو فرناندز، برو فرناندز، فرناندز حرکت کن اسکول، نگاه کن، نگاه کن فرناندز رو، نگاه کن تو رو خدا. وای وای چقدر داریم بعد بازی میکنیم این بازی، چقدر داریم بعد بازی میکنیم این بازی. آقای فرناندز خب حرکت میکنی میدی آقای رونالدو، تک به تک شد زرتی میزنی تو گل. این کاری داشت الان او رو ببینم آقا، ببازیم به خدا مساوی کنیم پدرتون در میارم من. رونالدو توپو نگه میداره، خود آقای رونالدو حرکت میکنه، رونالدو بزن گلو، گلو بشه. آناکون رونالدو تیر دو واسطاده، اینجا خوراک گلزنیه. حالا توی دروازه، حالا توی دروازه، تعویض طلایی سانچو گل زد. کاوانی جان شما بیا به جای این، واقعا داره این میره رو اعصاب من، واقعا بازیکن دوزاری بودی. آها این نبودش، اینو اشتباهی تعویض کردم. 4 دقیقه مرسی دوباره یکی میبره این بازی رو. اما گفتم آقا خدا رو شکر تهدیدهای مهدی مارادونا جواب میده. یک امتیاز فاصله، یک امتیاز. کاسمیرو که قطعا فکر نمی کنم بتونیم بگیریمش اصلا. اینا هم اصلا گفتم مذاکره ناموفق بود دوتاشون. ببین قرضی ما باید بازیکن‌ها رو بگیریم، گزینه خرید من نمیخوام، ولی قرضی بگیر مارادونا رو. اگه خود مارادونا بیاد خیلی خوبه، 69 تا باید دادم. تو بیا تو بیا تو خوبی. درخواست قرض یه ساله میخوام، 50 تا بده بشه آقا آخر نقل و انتقالات بزن بره. سیبید بکن باهر، 6 ماهه میخوامت بکن با تیمو قهرمان کنی بری. 30 تا هم میدم بهت. وای مذاکرات ناموفق، شرایط تعیین شده، باشگاه اومده تو شرایطش رو ارائه بده. بکن با میشه قبول کنم شرایطشو؟ میتونم بگیرمش؟ بکن با رو گرفتیم خدا وکیلی، میتونم بگیرمش؟ 50 تا میخواد دیگه، دی ام اف میتونم بگیرمش. اینم گرفتیم ایول. 37 داریم، با 37 ببینم کیو میتونیم بگیریم. مسی رو میتونم بگیرم واسه تیمم، قرض یک ساله میخوام از مسی. 36 تا میدم بهت، کل بودجه باشگاه رو میخوام بهت بدم مسی. بذار با این یکی مسی هم مذاکره کنیم، این مسی جوونه. امضا قرارداد بازیکن آزادی، کم بود بودجه دارم، امضا قرارداد با این بزن. نیمار چی؟ 6 ماه 36 تومن بهت میدم، ببینم کدومتون قبول میکنی. یو علی، یو علی، یه روز تا پایان نقل و انتقالات مونده. چه کاری داره میکنه مهدی مارادونا؟ چی کار داره میکنه؟ تمام تلاشش داره میکنه واسه بقای منچستر یونایتد، واسه بقای من چی کار دارم میکنم؟ خب آقای بکنباره وارد تیم میشود. از آقای مهدی مارادونا انقدر اعتبار داشتش که گفت چه آقای بکنباره شما تو خونه نشستی، بیا همینجا هم بازی تو بکن هم پول تو بگیر. گفت چج میام. مذاکره ناموفق، مذاکره ناموفق. محرز رو بگی، محرز خیلی خوب بازی، یه پای چپی میخوام من. خب مظاهر با نیمار رو میدونم شکست خورد، محرز شکست نخورده حتما که ننوشته. آره قبول شرایط، محرز بیا. مرسی. بازی با لیورپول باشی تو رو خدا. وولف خیلی قویه، وولف قویه و من مطمئنم ازش میبازی. مرسی یکیچ بردیم. حالا صدر جدول رو میگیره منچستر یونایتد. برو واسه داروی لیورپول و این بازی رو ما انجام میدیم و انشالله که میبریمشون و آخرین فکر کنم بازی که انجام میدیم میریم واسه قسمت سوم. بعد از این بازی داروی آینده ممکنه برای قهرمانی تو لیگ بسیار مهم باشه. میخوام بگم آخرین داروی هنوز تو ذهنمونه که صحبت ها ما رو بردن اون موقع، نه تنها که روزی بعد از اون شکست آخرین بازی رو در رومون ما رو تاثیر میکنه، بلکه ما کمک کنه به عنوان قهرمانی نزدیک شیم. همونطور که نحوه بازی هامو اخیر مرو دیدی برای ما بردن برای بردن به زمین میریم آماده ایم. برو واسه بازی، برو تو رخکم ببینم مارادونا چی میگه. ساکت اونا با سبب حاضر منتظر فرصت ما برای انتقام در این داربی هستند. شما رو نمیدونم اما نمیخوام داستان آخرین رویامون تکرار بشه. خودتون رو بهشون ثابت کنید و بهشون نشون بدید و مطمئن شید که در این بازی برنده میشید. من همین بازیکنامو میذارم داخل باشن، همینا رو میخوام باشن، اصلا به کسی هیچ ربطی نداره. الکس تلز رو میخوام بیارم بیرون فقط به جای لوکشا و دو همچنین دالوت و به جای ون بیساکا. من اومدم واسه انتقام توی خود اولترافورد. برو بریم، بازی شروع شد، بازی شروع شد، میخوام جنگی بازی بکنین.
ماشاءالله رونالدو، ماشاءالله رونالدو بده وسط، بده محرز بالاخره یه توپ بهش برسه، به این بنده خدا محرز برسون به رونالدو. برو برو رونالدو خودشو شوت کن. چه گلی میزنه، چه گلی میزنه رونالدو. ببین برنار فرناندز همین الان باید جای پوگبا تعویض بشه، واقعا داره میترکونه. مرسی گل اولو زدیم، یکم عقب نشینی، عقب نشینی به قول مختار، عقب نشینی کنین. بازیو داره خوب باز کرده آقای کلوب. وای 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 یا علی چه پاس مسخره ای دادی. مکتومینای نده، بده 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 مکتومینای. خود لوکشا توپ رو نگهدار، حالا خودش حرکت میکنه. آقای رشورد توپ رو گرفته، پاسو میده به رونالدو. وو آ توپ رو نگهدار، توپ رو نگهدار، نره آقا. بازی همچنان پایاپای، ما فقط یک گل زدیم، یک شوتی، یک شوت در چارچوب، کلا یک شوت زدیم. محرز توپ رو گرفته، خود آقای محرز حرکت میکنه لب خط. چه حرکت زیبایی داره انجام میده. بعد زدن محرز، کسافت خطا هم نگرفت. رسون لب خط آقای محرز، خود محرز سانته زیبا، ضربه سر. وای داشته باش، داشته باش، داشته باش، داشته باش، لب خط، لب خط تو داشته باش. بزن بره، بزن بره، بزن بره. مرسی بردمت کلوب، کلوب بردمت. سم کن ببینم که در چه جایگاهی از جدول هستیم. یک هیچ بردیم. لیورپول 60 امتیاز شد، ما 64 امتیاز شدیم و 4 امتیاز فاصله گرفتیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو لذت بردید حتما این ویدیو لایک کنید که بریم واسه پارت سوم. ممنونم که تا ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.